تأثیر شگفت‌انگیز روغن هسته زردآلو برای سلامتی. دوستان و همراهان همیشگی سلام، ممنونم که باز هم همراه ما هستید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. از خواص روغن هسته زردآلو می توان به نرم کنندگی مو، رفع سیاهی و پف دور چشم، لایه برداری پوست، کاهش فشار خون، کاهش علائم آرتروز، درمان سرماخوردگی و پیشگیری از سرطان و غیره اشاره کرد. بسیاری از مواقع اتفاق افتاده که به دنبال روغن‌های گوناگون که مصارف خانگی دارند بوده اید، اما تا به حال در رابطه با فواید آنها و نحوه استفاده از این روغن‌ها با متخصصین صحبت کرده اید؟ یکی از روغن‌هایی که کمیاب است روغن زردآلو یا روغن هسته زردآلو است. همانند سایر موارد این روغن نیز فواید و مصارف زیادی دارد که بهتر است در این ویدیو به آنها بپردازیم. دارای ویتامین B17 ضد سرطان است. پیشگیری و درمان عوارض انواع سرطان، از بین بردن سلول‌های سرطانی، تقویت کننده قوای جنسی، کرم معده و روده را از بین می‌برد، ورم مقعد را از بین برده و سنگ مثانه را خرد می‌کند. هسته زردآلو حاوی مغزی بادام مانند است و توسط پوسته‌ای سخت احاطه شده است که مغز آن حاوی ماده‌ای به نام لتریل می‌باشد که امیگدالین یا ویتامین B17 نامیده می شود. این ماده تمایل زیادی به از بین بردن سلول های سرطانی دارد، در حالی که در همان لحظه سلول های سالم را به حال خود رها می کند و نزدیک آنها نمی شود. در مصرف خوراکی این روغن زیاده روی نکنید، به صورت متعادل مصرف شود. فواید ماساژ با روغن هسته زردآلو، درمان بواسیر، درد بینی و گوش، کمک به تنظیم، مرطوب سازی و بازسازی سلول های پوست، مرطوب کننده پوست، برطرف کننده ترک های دست و پا، غنی از اسید اولیک و اسید لینولوئیک، تسکین التهاب و در آخر مفید برای ماساژ صورت. ارزش غذایی زردآلو. مزایای زردآلو برای سلامتی بدن به خاطر محتوای ارزشمند آن همچون ویتامین های E، K، C و A و نیاسین است. مواد دیگری همچون پتاسیم، مس، منگنز، منیزیم و فسفر در زردآلو یافت می شود. همچنین این میوه خوشمزه سرشار از فیبر غذایی است که می تواند برای بدن بسیار مفید باشد. به طور کلی روغن هسته زردآلو برای استفاده موضعی کاملا ایمن است، اما مصرف خوراکی آن می تواند خطرناک باشد. هسته زردآلو حاوی ماده‌ای به نام آمیگدالین است. این ماده توسط بدن به سیانور تبدیل می شود که سمی است. سیانور می تواند منجر به نارسایی تنفسی شود و حتی مرگبار باشد. معمولا برای تهیه روغن خوراکی هسته زردآلو این ماده از آن حذف می شود. در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد تداخل و برهم کنش روغن هسته زردآلو با دارو یا سایر محصولات گیاهی وجود ندارد. 10 خاصیت زردآلو. همانطور که قبلا نیز گفته ایم زردآلو خواص زیادی دارد. در ادامه با برخی از مزایای زردآلو با ما همراه باشید. درمان یبوست با زردآلو. زردآلو سرشار از فیبر است، بنابراین می تواند اجابت مزاج را بهبود ببخشد. اغلب توصیه می شود بیمارانی که به طور مکرر از یبوست رنج می برند از این میوه استفاده کنند، زیرا خاصیت ملین دارد. فیبر به اجابت مزاج کمک می کند. در چنین شرایطی انتقال مواد قابل دفع از بدن به سمت روده ها راحت تر می شود و به سادگی از بدن خارج می گردد. فیبر به تولید شیر معده کمک می کند و همین امر جذب مواد مغذی را ساده تر خواهد کرد. در چنین شرایطی غذا به راحتی شکسته می شود تا هضم آن راحت تر گردد. علاوه بر این فیبر می تواند حرکات دستگاه گوارش را تحریک کند و این حرکات باعث می شود اجابت مزاج بهتر شود. مورد بعدی، سلامت استخوان‌ها با مصرف زردآلو. زردآلو دارای مواد معدنی ارزشمند و مهمی است که برای سلامتی و رشد استخوان‌ها ضروری است. موادی همچون کلسیم، فسفر، منگنز، آهن و مس نقش مهمی در ایجاد استخوان و حفظ سلامت آن بازی می‌کنند. بنابراین خوردن زردآلو شما را مطمئن می‌سازد که استخوان‌های سالمی دارید و از بروز شرایط مرتبط با پیری همچون پوکی و استخوان جلوگیری می کند. مورد بعدی، خواص زردآلو برای سلامت قلب.
زردآلو بهترین روش برای محافظت از قلب و جلوگیری از بروز بیماری های مختلفی همچون حملات قلبی، سکته و تصلب شرایین است. مقادیر بالای ویتامین C در زردآلو و نیز وجود پتاسیم و فیبر غذایی می تواند به سلامت سیستم قلبی عروقی کمک کند. ویتامین C قلب را از وجود رادیکال های آزاد محافظت می کند. پتاسیم نیز می تواند فشار خون را پایین بیاورد. وجود فیبر غذایی در زردآلو باعث می شود کلسترول اضافی بر روی دیواره های رگ های خونی تجمع نکند. تمامی این موارد به همراه یکدیگر باعث سلامت قلب و بهبود شرایط آن می شود. مورد بعدی، سطح مایعات و متابولیسم. سطح مایعات در بدن عمدتاً به دو ماده معدنی یعنی پتاسیم و سدیم بستگی دارد. مقدار بالای پتاسیم در زردآلو به تعادل سطح مایعات در بدن کمک می‌کند و شما را مطمئن می‌سازد که انرژی بدن به صورت مساوی در میان همه اندام‌ها و عضلات توزیع شده است. با حفظ سطح الکترولیت‌ها در بدن شما می‌توانید انرژی بیشتری داشته باشید، از گرفتگی عضلات بکاهید، از جریان خون در سراسر بدن مطمئن شوید. مورد بعدی، بهبود گوش درد با زردآلو. زردآلو برای گوش درد بسیار عالی است. اگرچه مکانیسم این عمل هنوز مشخص نشده است، اما تجربه نشان می‌دهد که استفاده از زردآلو برای گوش درد مفید خواهد بود. ریختن چند قطره از آن در گوش می‌تواند یک درمان سری برای دردهای ناشی از عفونت باشد. دانشمندان بر این باورند که آنتی اکسیدانی موجود در زردآلو می‌تواند چنین نتایجی را به همراه داشته باشد. مورد بعدی، خواص زردآلو برای تب. آب زردآلو معمولاً برای بیمارانی توصیه می‌شود که از تب رنج میبرند. این ماده ویتامین ها، مواد معدنی، کالری ها و آب مورد نیاز بدن را تامین میکند. همچنین این میوه خوشمزه قادر است سموم را از اندام های مختلف بدن دفع نماید. برخی از افراد از زردآلوی بخار دیده برای کاهش تب استفاده میکنند. در این روش زردآلو به عنوان یک ماده ضد التهاب و تسکین دهنده عمل میکند و میتواند بر روی سطح دمای بدن تاثیر بگذارد. علاوه بر این، زردآلو می تواند التهاب موجود در سایر بخش‌های بدن را کاهش دهد. مورد بعدی، خاصیت زردآلو برای اختلالات پوستی. زردآلو برای مراقبت از پوست بسیار مفید است. این ماده می تواند به سرعت جذب پوست شود و بعد از اعمال آن پوست چرب نخواهد بود. زردآلو تنها برای نرمی و درخشندگی پوست مورد استفاده قرار نمی گیرد. این میوه در درمان بیماری های مختلف پوستی همچون اگزما و خارش نیز مؤثر است. این موضوع به خاطر وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی است که در زردآلو یافت می شود. این میوه نه تنها مقدار قابل توجهی ویتامین آ دارد که می تواند 60% از نیاز بدن به این ویتامین را رفع کند که به داشتن پوستی سالم تر کمک می کند، بلکه حاوی آنتی اکسیدان هایی است که از پوست در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند. همانطور که می دانید، رادیکال های آزاد باز به این رفتن پوست و ایجاد نشانه های پیری در صورت کمک می کند. مورد بعدی، خواص زردآلو برای کمخونی. به خاطر وجود آهن و مس، زردآلو می تواند در درمان کمخونی مفید باشد. این خاصیت به افرادی که از کمخونی رنج می برند بسیار کمک خواهد کرد. کمخونی در اصل کمبود آهن است و می تواند به مواردی همچون ضعف، خستگی، سبکی سر، مشکلات گوارشی و عملکرد ضعیف متابولیسم منجر شود. بدون گلبول‌های قرمز خون، بدن نمی‌تواند اکسیژن مورد نیاز خود را تأمین کند. اندام‌های بدن نیز در چنین شرایطی به درستی کار نخواهند کرد. آهن بخش کلیدی تشکیل گلبول‌های قرمز است و مس نیز در این فرایند کمک می‌کند. هر دوی این مواد معدنی در زردآلو موجودند و می‌توانند تشکیل گلبول‌های قرمز را تسریع کنند. مورد بعدی، زردآلو و سرطان. دانه زردآلو به درمان سرطان کمک می‌کند. به خاطر وجود کارتنوئیدها و از سوی دیگر ترکیبات آنتی اکسیدانی که در زردآلو یافت می‌شود، این میوه می‌تواند به محافظت از بدن در برابر رادیکال‌های آزاد کمک کند. همانطور که می‌دانید، رادیکال‌های آزاد محصول فرعی و خطرناک متابولیسم سلولی هستند و باعث می‌شوند سلول‌های سالم DNA خود را تغییر دهند و به سلول‌های سرطانی تبدیل شوند. آنتی اکسیدان‌ها می‌توانند این مواد خطرناک را خنثی کنند. در چنین شرایطی می‌توان مطمئن بود که بدن دچار بیماری‌های همچون سرطان، بیماری قلبی و آلزایمر نمی‌شود. زردآلو می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. زردآلو و آسم. محققان و دانشمندان بر این باورند که زردآلو خاصیت ضد آسمی دارد و می‌تواند در درمان نشانه های این بیماری مفید باشد.
وجود چنین خاصیتی میتواند به کاهش استرس و فشار موجود در ریه ها کمک کند. در نتیجه از بروز حملات آسم جلوگیری میکند. ممنونم که همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.